خانواده زندگی نکنه، این یک فاجعه نهایت کلان برای آینده بی‌سود است. متاسفانه هیچ بنیادی خیری و هیچ کس در قسمت هم کاری نکردن، فقط یک تیز قوم از مو. رسانه بیسود، رسانه مردم، از خود مردم، بلده مردم. خب خوبانی بیننده رسانه بیسود، درود سلام خدمت یک و یک شما دوستا و عزیزای دل، همشگی شما رو خوش آمدید مگم در این برنامه که ما امروز ثبت کردیم و معذرت میخواییم از تک تک دوستایی که من نمیتونم ویدیو را ساحه ثبت بکنم و چون امی فرصتم غنیمت میشمارم تا بلده از شما گزارش ها را داشته باشیم، چون خودون شما خبر دارید رفتن در بیسود هزینه میخواید و واقعا هزینه گزاف میخواید. هر دفعه که ما بیسود موریم خودون شما خبر دارید بسیار هزینه داره و در نردفه ای که موریم در آخیر بیسود اگر بوریم همه اگر دوست رفته و دیده از کمش از 5-6 هزار تا 10 هزار کم مصرف نمیشه. و در زیم ما امروز میخواییم بلده دوستا، بلده شما بیننده های عزیز، بازم یک تیز صحبت های داشته باشم و از جریان کاری که برای فعلا کاری که در ساحاتی که جریان داره از اونا هم برای شما گزارش داشته باشم. دوستای عزیز، گزارش از این شروع مونیم. خودون شما از ساحه تگاب راموز دیدین که ما گزارش دادیم که چقدر کار شده بود و کار تکمیل شد و باشم من تایم شیت چرم هم برای دوستان نشان بدم، تایم شیت چرم برای شما دوستای عزیز ماندم از تگاب راموز این تکمیل امو که کار شده در ویدیو قبلی. دوستایی که اگر ندیده بودن در ویدیو قبلی بولن ببینین که در کل در مجموع 278 ساعت کار کرده بود که 3614 لیتر تل مصرف کرده بود که مبلغش 2,31,296 افغانی شده بود. من در میزودی های ویدیو رو چاچن نوم که تا بال چقدر مبلغ برای سلزده براز ما آمده و رو با خانش میگیرم و چقدر مصرف شده. و در زم این دو لگو 31,296 افغانی در اینجا مصرف شده بود و در پهلوی از این که مثلا کرای انجینر و کرای از گزارشگر اونا رو همگی شد و دو کلاس کردیم. و در زم در پهلوی از این تا به حال در کوی بیرون اسکاوتور بعدی انمی امروز دقیق روز 27 مساء در کوی بیرون کار منه، ولی متاسفانه که خب متاسفانه بگم چی بگم دیگه نمیدونم، کار چون قریه خیلی دور بود و هر چقدر زحمت کشیدیم یا اسکاوتر ولرز خیلی زحمت کشید، در کل ما زحمت کشیدیم ولی متاسفانه در یک ماه خلاص نشد چون خیلی و سرک خدایش خیلی سرک بیاری کار شده. ما ویدیوش هم برای شما میمانم، من میناکنم که ویدیو رو میبینید اسکاواتوری دوستانی که هسته مربوط کوی بیرون میشه که تا به حال در کوی بیرون 145 ساعت پاکت کار شده. پاکت کار شده که هر پاکت در فی ساعت 18 ساعت افغانی که در مجموع 2,61,000 تا به حال پاکت کوی بیرون شده که کار شده در سرک و 73 ساعت جکمر کار کرده که هر ساعت 2,600 افغانی است که در مجموع 1,89,800 افغانی جکمرش شده. و خدا رو شکر یکی از امیدهای تمام از اون مردم و یگانه چیزی که بسیار با اون مردم جالب بود که تا به حال هیچ موتر از اول زندگی تا به حال در قریجات از اونها هیچ موتر نرفته، در حالی که هر قریشی کم از 15 خانه 20 خانه نیده و ساحه. و در پهلوی از او رفتن اسکاواتور که برای فعلا کار منه یا رفتن یک موتر برای اشتوکا و اولادای از او ساحه یک چیزی بسیار کاملا جدید است. تو ببین در این قرن
که ما زندگی می‌کنیم، این هم تکنولوژی که در دنیا وجود داره، هنوز برای کودکان از اون سوها موتر یک چیز جدید است. همه روز یک از نکات جالبی که انجینر سپسالی که از من قسم نمگم موگم میشد که اینجا کار می‌کنیم، وشتوکا کل لگش همیشه همه روز در گیرد اسکاتر جمع است. میگه یک چیز نو است برای از اونا، هر چقدر که می همه روز سعی می‌کنه ولی خسته نمیشه، اونم زود لذت شاید لذت ببرم. بعد دوست عزیز ما یعنی میجا کارش هم دراز رفت شده در کوی بیرون و برفعلا یعنی میجا ما کمبودی بودجه داریم. یک مسئله تا به حال در کوی بیرون بر از مو 3,32,000 افغانی آمده که برفعلا این خیلی کمبود داریم. باشت من میره ضرب جرب نکدم حدودا 1,5,000 افغانی مو در کوی بیرون یعنی مالی برای کار از او ساحه کمبود داریم و در پالوی از او. دوست عزیز یک درد دل من میخواییم بر هم اگه شما بکنم و نادیده نگیرید که متاسفانه در پس اونها رفته نتونستیم. یک تعداد از قریجات بیسود که دمی سال سیلاب زد متاسفانه خیلی از خانه ها دمی روزا در حال کوچ کردن است و اونا کوچ میکنه. دوستایی که صدای مرا میشنوید این حرف لطفا نادیده نگیرید. دقیق براتون گزارش بتون برای فعلا حدود 6 خانه از ساحات قوم مرشاد بیگ یا ساحات دهن دولانه و همی تو به طرف پیتو که همی ساحایی که سیلاب زده کوچ کرده، چون هیچ چیزی بر ادامه زندگی از اون مردم نمانده، هیچ چیز نمانده. و ده همی روزا یعنی دیروز پریروز دگیر از من مردم هایش آمده بر از من میگه که نسار اگه بدادی از مون مردم رسیده نشوم. میگفت واقعی این درد دلش میگفت یعنی میسته که کل مردم از امو ساحه کج منه. گفت مردم میشینه میگه ما برای ما هیچ چیزی نمانده، هیچ چیزی، چون زمین های از ساحه رو کلن سیلاب برده، هیچ چیزی نمانده. میگه برای ادامه زندگی ما هیچ چیز نمانده، ما چی کنیم اینجا بشینیم، چی کنیم؟ پسی برمیگرده به ما و شما مردم. ببینید دوستای عزیز، اگر این قریجات خالی از سکنه باشه و هیچ قریه هیچ خانواده زندگی نکنه، این یک فاجعه نهایت کلان برای آینده بیسود هستن. این رو نادیده نگیره دوستای عزیز. من بارها بر از شما یادآور شدم و یاد کردم و یادم میکنم، بیایید دست به دست هم بتیند، هر گوشه ای که هستید برای تجارای بیسود، برای کلانا و بزرگای بیسود پیام بتین، جاغش رو برد بگیرید. این امروز مهم هستن، این امروز باید بیاید دست مردم رو بگیره. چرا؟ از ولایت های مختلف بیرون از بیسود، از ولایت ها، از کشورهای مختلف برید دست جامعه مردم بگیرین. پس چرا در حق مردم چرا برای از این مردم توجه نمیشه؟ من میخوایم یک نکته را، البته خدای نخواسته سوء تفاهم نشوه، صادقانه میخوایم عرض بکنم. زمانی که در زلزله هرات کمک میشد، خیلی از بنیادهای خیریه بیسود رفت کمک کرد، پس کجای امونا؟ برای فعلا یکش وجود نداره. خیلی از بنیادهای خیریه رفت در سیلاب بغلان کمک کرد، پس کجای اونا؟ پس کجای؟ من دقیق خبر دارم خیلی از بنیادهای خیریه که از بیسود بود، حتی بر از من زنگ زده بود، من گفتم نیم رسید نمیتونم، من در کار بیسود هستم. بیسود هزاران درد و مشکلات داره که باید بر از اونا رسیدگی شود. حتی ما ایرم یادآور شدم، گفتم دهی مثلا یک بنیاد خیریه بود $5,000 روان کرده بود، ای کاش یک بودجه ده بیسود $5,000 بر سیل زدای بیسود روان شده باشد. تا حال گفت $5,000 هست و نمور در سیلاب زدای بغلان ببر، ولی من گفتم نه، گفتم امور، گفتم روان کده بیسود اینجا، خودت میدانی قریجات حتی مردم در موقعیت هسته که نان بر خوردن خود نداره و هر روز اقتصادش ضعیفتر میشه، پس ما از کجای از آبادی میگیم؟ پس از کجای از سازندگی میگیم؟ از کجای از رشد مردم میگیم؟ تا اقتصاد مردم رشد نکده، خب معلوم داره که زندگی مردم رشد نمونه دیگه. زمان خاطر متاسفانه هیچ بنیادی خیریه و هیچ کس در قسمت هم کاری نکردن، فقط یک تیز قوم از مو از شهر سیدنی استرالیا، از آلمان، از یادم رفت از ناروی، قومای از مو یک اتحادی ها را تشکیل داده بود که پول روان کرده، دیگه هیچ اتحادی ای نبوده. من باز هم اگرچند من واقعا نگران استم، چرا ویدیوهایی که مربوط سیلاب زده بیسود میشه چرا ویو کم میگیره؟ چرا هیچ کسی علاقه من نیست که درد و رنج مردم رو بشنوه؟ چرا هیچ کسی علاقه من نیست؟ و برای من واقعا درد بار است.
هر ویدیویی که از سیلاب زده ما میمونم خودتون ببینید. ولی متاسفانه خیلی ویو کم میخوره، خیلی ویو کم میگیره. چرا نمیفهم، چرا درد و رنج و مشکلات مردم از بس مردم درد و رنج و گوش کرده هیچ کس نمیخواد ببینه که در دل زو درها چی وجود داره. ما پیشتر پر حرفی نمنم در ساحه مرشاد بیگ بر فعلا که کار میشه و یک اسکاوتر رو در اون ساحه بردم. البته تا به حال گزارش تهیه نکردم چون رفته نتونستم. من خدایش هزینه بر است بیسود. زمان که من در بیسود میرم هر دفعه که میرم هزینه بالا میکنه و واقعا بر از من دردآور است. و گاه گاهی با خود عهد منم که نساره این پروژه خلاص شد دیگه کار نکو. چرا؟ این هم درد و رنج و مشکلاتی که میکشیم، اما هنوزم قرضدار میبراییم، هنوزم قرضدار میبراییم. چون واقعا در بیسود رفتن پس آمدن هزینه میخواه. و در زین در پهلوی از او یک لگه 75,000 کرایه اسکاواتور را گرفتیم که تقریبا 9 روز میشه در قوم مرشاد بک تا به حال کار منه. 9 روز میشه کار کرده، یک لگه 75,000 کرایه یک ماهیش هسته. و یک لگه 80,000 افغانی را ما تا به حال در اونجا تل روان کردیم. و از دوستان ما میخواییم بقیه پول زی بازم کم بوده هزینه داره. مستقیم 1,75,000 امیاله، 1,75,000 از کرایه اسکاوتور کم بوده استیم که داخل ما ماندیم هنوز ندادیم. و 1,80,000 تل روان کردیم. دقیقا که 1,00,000 دیگه هم تل روان کردیم میشه. ما این مورد در کل 4,00,000 الا 5,00,000 افغانی قرضدار است از امی ساحه که باید پول جمعوری شود. و ما پیام از تک تک دوستان میخوایم، دوستایی که میبینن، برای خانواده ها، برای تک تک مردمی که خصوصا در بیرون از کشور زندگی مونه، برای تک تک فامیلا روان بکنید، نظر، صدقه، خیرات، هر چی که دارید همکاری بکنید تا به داد از این مردم رسیدگی شوه. و در پهلوی از از تمام باز هم از خانواده های عزیز ما که در بیرون از کشور هستن من میخوایم که هماهنگی بکنید. هر دو فامیل، سه فامیل، هر کس تک به تکی میتونه هم یک کار بکنید، یک قسمی همکاری بکنید تا بخیر کم کم امی هزینه ها هم پوره شوه، ما از امی مشکلات خلاص شویم و مردم ما و مردم از او ساحت. اقل هدف از ما، تنها هدف محبر همیشه همی بود که میگفتم قریجات بیسود نباید مردم کش کنه، هنوز دوباره باید مردم سرزمین های خود بیاید. ولی متاسفانه این بسیار یک جمله تکان دهنده برای خودم است که امروز تعداد زیاد از مردم از قریجات داره و کوچ من از ساحه مرشاد بیگ و این بسیار دردآور است. و در پهلوی از این ما بیشتر پر حرفی نمنم و از تک تک دوستا و از قومای از قومای استرالیا همچنان من میخوایم فکر کنم قومای ملبورن همچنان سهم گرفته بودند در سیلاب زده که فراموشم شد و بقیه دوستا اونا رو چون لیستای شده دوره قبل ما خواندیم از او خاطر بیشتر اگر بخوانم زیاد میشه قسمی. و از تک تک قوما در هر کشوری که هستم من میخوایم که همکاری بکنید، قسمی نمونید. ما نمیخوایم بر مروان بکنید، وقتش نمیخوایم. حتی خودتان اونم اسکاوترایی که ما در ساحه روان کردیم یک نفر تعیین بکنید، از هر شهری که خودتان میخواهید پول جمعوری بکنید روان بکنید در ساحه و نفر مورد نظر خودتان رو با پولشون روان بکنید در مساحه برو کار کنه. نظر من این است برو خودتان یک گزینه رو هم آهنگ بکنید. در غیر از او انویل انمی سکاوتورا هزینه کار داره و من دیروزم همراه والی ششتم، همراه رئیس وادی ششتم بر از اونا گفتیم که زود لطفا زود بر مردم ساحات سلزده کمک برسانید. یک دور کمک توضیح که دارید، دور دوم گفتم برسانید. اگر نگفتم مردم قسمی زمستان خود چی قسم سپری کنه، برای مردم سخت است، هیچ چیزی نداره. اونا بر از ما یک وعده داد، وعده داد که ما بر از اونا کمک گفت ما دیگه کار رو نمیتونیم بر از اونا فامیلا کمک در نظر میگیریم روان میم دیگه. آیا او موکی شوه نشوه، آیا برسانه نرسانه، ولی ما از دوستان میخواییم شما یک قسم دزده زیر علاشه نشینید. یک روزی حرف مرا خواد ما همیشه بر دوستا گفتیم و میگم پس آنها افسوس خوردن به درد نمیخوره، پس آنهایی که افسوس بخوره. حتی سهم ما مینوال خیلی از آیت الله ها در سیلاب زده بیسود کلن سهم ما اجازه دادن. سهم ما رو بگیرید، ما برتون برگه از آیت الله ها میگیرم، برگه سهم ما دارید هم روان بکنید. ما فکر میکنم دیگه از اینکه فقر و مظلومیت و بیچارگی دیگه از اینکه بیشتر نمیشه. از قومای شهر سیدنی استرالیا، از قومای شهر ملبورن، از قومایی که در جرمنی زندگی مونه، آلمان و قومایی که باز هم در اتریش و هلند و
و قومایی که همچنان در چی در نروژ در بقیه کشورها هسته و ما هنوز فراموشیم شده، از تک تک قوم‌ها در هر گوشه دنیا که هستید همکاری بکنید، قسم تنها نمانید. ما بیشتر پر حرفی نمنم، این ویدیوها رو که شما در لابلاش میبینید از جریان کاری هست که در بیسود بر فعلا جریان داره و کار عملا جریان داره و مقدار مبالغی که دوستا و اعضای از مو بلده از مو رایی کده و ما فرصت نشده سوها میرفتم و اینا رو ما دقیقا یک لگ 80,000 تیلی که در میرشاد بگروان کدم کلن زمین پولا بوده که ما باز داخل کلن حسابی دارم، کلن بل داریم، چون ما اینا از اینجا که در بیسود در سی دو بروم یا در اینجا باشم اصلا رسیدگی نمیشه این قسمی، چون یک نفر در اونجا تاین کدم تیل میگیره بر از ما زنگ میزنه که اینی قدر و نفر مورد اعتماد است و با مردم محل کلن یک جای است و از چونگ تیل تیل میگیره، یعنی قدر تیل و یعنی مبلغ ما گرفتیم. تا به حال 180,000 تیل روان کردیم و تا به حال مبلغایی که از مو آماده مبلغ 14,453 افغانی از دانمارک بر از ما رایی شده که 8,600 افغانیش را آقای علیرضا بیگی روان کرده و 8,600 چرا علیرضا بیگی روان کرده و 4,800 چرا ذکریا غلامی دوستای عزیز ما روان کرده که 13,453 میشه و 1,000 دیگه شرا گفته مرا گفته که چیکو کرای موتر خود تو 1,000 افغانی شی. تشکر میکنم از دوستای عزیز ما. مبلغ 14,250 افغانی از چینل یوتیوب، یک دوست عزیز از ما چینل یوتیوب داره به نام دوستایی که اگر خواستن حمایت بکنید، دوستایی که چینل یوتیوب داره همچنان بلدش بینندهش خوب شوه و ویوش بالا بره، چینل یوتیوبی هستی حسام، هستی حسام است، از دوستان ما میخواییم حمایتشان بکنید. مبلغ 14,250 افغانی روان کرده، مبلغ 6,660 افغانی آقای طاهر عباسی از هلند روان کرده، تشکر مونیم. مبلغ 250 یورو سه خواهر که بر از من میشه سه مادر عزیز ما، واقعا یک مادرای خوب و دلسوزی است که برای همیشه بر از من زنگ زده و زنگ میزنه و احوال میگیره. این سه خواهر عزیز از مو از آلمان مبلغ 250 یورو روان کرده که قبلا در بند همبستگی طبیعت بیسود همچنان سهم گرفته بودن و یک مسئله که میخواستم برای دوستا یادآور شوم. دوستا عزیز، بازم از تک تک دوستا ما میخواییم التماس دعا بکنید بر روح کربلایی دارابلی احمدی کجابی که اصلا از کجاب است، یکی از پدرهای بزرگوار از ما بود که ما دوستای صفحات دوستایی که از طریق یوتیوب میبینه و خیلی زیاد بر از ما زنگ میزنه، خصوصا پدرها و مادرها. کربلایی دارابلی احمدی یک کاکای خوبی بود که واقعا همیشه هفته یک دفعه حداقل احوال از من میگرفت و گاه گاهی در خیلی جای سهمم گرفته بود، خصوصا در بند همبستگی طبیعت بیسود خدا روحش شاد داشته باشه. متاسفانه خبر شدم که 40 روز از وفات چه گذشته، اما من خبر نشدم. من گفتم چطور مدت دیر میشه بر از من زنگ نمیزنه. دیروز پریروز بود مادر بر از ما زنگ زد، گفت نه، گفت دیگه نیه، فوت کرده. واقعا حالم بد شد. بس تک تک دوستو ما میخواییم همچنان در حقش دعا بکنید. یک شخصیت خیراندیش و یک کسی بود که نهایی در میشه احوال می رو میگرفت و تک تک دوستوی که میشه احوال میگرفت، واقعا آدم یک دفعه ای که احوالگیر نباشد و آدم یک قسم شبیه ازی که عادت مونه و واقعا نیاز پیدا مونه یک قسمی و واقعا نگران شدم دیگه. از تک تک دوستا ما میخواییم التماس دعا داشته باشین در حقشان، انشالله که جنت ها نصیبشان باشه. دیگه اینی بود صحبت ها و در دلایی که من امروز همراه دوستا داشتم. من گرچن میدانم
این ویدیوهای بر ساحات سیلاب زده هیچ ویو نداره، ولی باز هم همی تعداد اندک دوستایی که میبینید ارسال بکنید برای بقیه قوما، گروه های قومی، برای دوستا بگید که بیای سهم بگیره، سهم بگیره و در قسمت مشکلات بیسود رسیدگی شو. و خصوصا برای فعلا ما این میتو روی هم مانده این مبلغی که ما گفتم برای فعلا ما این میزیست که اترا کم بود هستیم و من واقعا آکو دلزده شدیم، خودش دلزده شدیم، دیگه نمیخوایم کار کنم، چون دیگر ها هر پروژه یک شروع کرده بودجهش داشته ولی ما نداشتیم، بر از ما بسیار سخت تمام میشه، قسمی واقعا سخت تمام میشه. دیگه دوستای عزیز، من بیشتر پر حرفی نمونم، از تک تک دوستا من میخوایم که بیسودی ها را تنها نمونید. چی بیسودی هستی، چی غیر بیسودی هستی؟ ما بیسودی ها در خیلی از موارد در همراه تک تک مردم کشور خود هیچگاه قوم و لسان و مذهب نگفتیم، همکاری کردیم، ولی نمیفهم چرا امروز هیچ کسی به داد مردم ما در اینجا نمیرسه. دیگه تشکر دوستای عزیز، بیشتر من پر حرفی نمیزنم.